تصویر سرزمین من در رسانه ها. کوکنار اینجا را نشان دادند و انارش را نه، تفنگش را نمایش می دهند و فرهنگش را نه. اینجا آدم های زندگی می کنند که سریع تر از گلوله ها دویده اند و زندگی را با خود تا امروز رسانده اند. همین مایی که روزگار شهرگ سرزمین ما جاده ابریشم بود و مثل قلب آسیا شهرهای تمدن ها بودیم. مایی که کشور ما نمهای بزرگ مثل آریانا و خراسان را به ذهنها باستاب می دهد و از آنجایی که پل تمدنهای کهن بوده بر رنگین کمانی از تمدنها و فرهنگها تبدیل شده، از بوت بامیان گرفته تا آتشکده نوبهار و از آی خانم گرفته تا مسجد بزرگ حج پیاده و مسجد جامع هرات، همه و همه نشانگر سرزمینی است که رنگارنگ است و هنوز قشنگ است، قشنگتر از گذشته است. این را شما دم به دم و قدم به قدم با من در برنامه هی میدان تای میدان خواهید دید. ای قلب آسیا، ای آریانا، گهواره قدیمی فرهنگ ما وطن، زیبایی ترانه و آهنگ ما وطن. بیننده های عزیز تلویزیون طلوع، سلام بر همه شما. شما بیننده برنامه هی میدان تای میدان هستین و من مجیب رحمان عارض با شما هستم. همتانان عزیز، برویم گشتی بزنیم از شهر به شهر در این سرزمین رویایی. هر کوچه وطن مزه دیگری دارد، اما هر مزی اینجا عطر افغانستان دارد. افغانستان رنگین کمان عشق و آزادگی. افغانستان با نام رسمی جمهوری اسلامی افغانستان کشور محصور در خشکی در آسیای میانه است. این کشور حد فاصل آسیای میانه، جنوب غربی آسیا و خاورمیانه می باشد و پایتخت آن کابل است. همسایگان افغانستان، پاکستان در جنوب و شرق، ایران در غرب، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان در شمال و چین در شمال شرقی هستند. این کشور در محل مهم استراتژیکی قرار گرفته که شرق، جنوب، غرب و آسیای مرکزی را وصل می کند و در طول تاریخ خانه انسانهای مختلف بوده است. از روزگاه باستان این سرزمین شاهد فتوحات نظامی بسیاری، از جمله توسط اسکندر مقدونی،
شاهنشاهی مویوریا، مسلمانان عرب، چنگیز خان و دیگران بوده است. همچنین به عنوان منبع برای سلسله های متعدده، از جمله دولت یونانی بلخ، شاهنشاهی کوشان، حیاتله، کابل شاهان، سامانیان، سفاریان، غزنویان، سلسله غوریان، تیموریان و دیگران بود که هر یک امپراتوری خود را تأسیس کردند. در اواسط قرن هفتم، پس از این که حمله اعراب به ایران با شکست امپراتوری ساسانی کامل شد، آنها به سوی شرق امپراتوری فارس هجوم برده و در 642 میلادی شهر هرات را تسخیر کردند. در 870 کابل و تمام مناطق افغانستان توسط اعراب فتح شدند. تاریخ سیاسی افغانستان مدرن در قرن 18 میلادی با برخاست قبایل پشتون، زمانی که در سال 1709 میلادی سلسله هوتکی حکومت خود را در قندهار ایجاد کردند، و به صورت دقیق تر زمانی که احمدشاه دورانی امپراتوری دورانی را در سال 1747 ایجاد کرد که پیشرویی از افغانستان امروز شد. پایتخت آن در سال 1774 از قندهار به کابل منتقل شد و بخشی از قلمرو آن به امپراتوری های همسایه در سال 1893 واگذار شد. در اواخر قرن 19 افغانستان به یک دولت حائل در بازی بزرگ بین امپراتوری های انگلیس و روس تبدیل شد. در تاریخ 19 1919 میلادی، پس از جنگ سیوم افغان و انگلیس و امضای معاهده راولپندی، ملت دوباره کنترل امور خارجی خود را از بریتانیا گرفت. از اواخر دهه 1970 افغانستان جنگ های داخلی دنباله‌داری را تحمل کرد که با اشغال دولت های خارجی در همانند تهاجم اتحاد جماهیر شوروی در 1979 و تهاجم ایالات متحده در اکتبر سال 2001 که باعث سرنگونی دولت طالبان شد همراه بود. در دسامبر سال 2001 شورای امنیت سازمان ملل به ایجاد نیروی بین المللی کمک به امنیت یعنی آیساف برای کمک به حفظ امنیت و کمک به دولت حامد کرزی اجازه داد. افغانستان در حال حاضر در عین حال که با شورشیان طالب سرکار دارد، با حمایت جامعه بین المللی و مردم امریکا در حال بازسازی است. گروه های نژادی افغانستان عبارتند از تاجک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، ایماق، بلوچ، پشهی، نورستانی، اسمار، عرب و قزلباش هستند که در سرتاسر افغانستان مشترک زندگی می کنند. امروز همه مردم دارای طبیعت افغانستان را افغان می نامند. ولسوالی بلوچنشین چهار برجک، ولایت نیمروز. ما بسیار زیاد خوشحال هستم از اینکه برای بار اول با هموطنان عزیز بلوچ خود هستم. ما همیشه در کابل، در ولایت دیگه، در مورد قوم بلوچ شنیده بودیم که در افغانستان قومی به نام بلوچ هم است، اما اولین بار است که من میبینم قوم بلوچ از نزدیک. من احساس بسیار خوشحالی میکنم. قوم بلوچ یک قومی است که تن به هیچ کار نداره. آد و کولش، سر کولش هم استاد است، سر عهدش هم استاد است، سرش هم بره دریغ نمیکنه از کول خودش. اما همی سره دامی بلوچ گمه جبه نیمروز گمه ولایت تمه دفاع کردستان سره داره. از ولایت نیمروز در ولسوالی چامرجک از مرزای میان خود دفاع نمودیم و هیچ عهد مناسی نماندیم که تجاوز بر خاک عزیز ما بکنه. اگه بگویم چطور هستی؟ چونه زبره خوب هستی؟ بخیر بیای خدا پجواری بیاری پجواری پدی به جا بخانه برسینی. کل ما افغان هستیم. بلوچی چی رقم گفته میشه؟ کل مچ ما اوغان. ما از یک افغانستان هستیم. مچ ما اوغان. مچ ما اوغان. آک مش می اوغانستان گوشه گدی. بلوچ بی تاجیک بی مچ از عربی هر کجام به نام افغان. بر اساس قانون اساسی افغانستان، پشتو و فارسی دری زبانهای رسمی دولت افغانستان است و در ولایت‌هایی که بیش از 2/3 مردم آن گویشور زبان دیگر باشند، آن زبان به عنوان زبان رسمی سوم تلقی می‌شود.
از روی دینداری 99% مردم افغانستان مسلمان هستند که حدود 80 الی 89% آنان سنی، 10 الی 19% شیعه و 1% دیگر ادیان هستند. مذاهب دیگر چون هندو سیک نیز در افغانستان پیروانی دارد. پل افغانستان تاجکستان که در تابستان سال 1386 کامل شد، بزرگترین پل آسیای میانه است. افغانستان به لحاظ ارتباطی و وضعیت جاده ها و بزرگراه ها نسبت به گذشته پیشرفت نموده است. دا پروژه چې شاید تاسو مسیر د سره کې راغلی سفرم پکړی، ننم سفر درلود، پرونم سفر درلود، شاید تاسو ته معلومات خپلم حاصل شوی وي. نو په مجموع کې زه دومره ویلی شم چې دا سرک د کشنه تر فیض آباد پورې 3 کیلومتره سرک دی، چې دا سرک تقریبا ډیره یو غټه یو حیاتي پروژه، نه تنها د بدخشان خلکو دپاره ده، بلکې د کولی شو چې د افغانستان دپاره ډېره ښه مهمه پروژه ده. او د دې پروژې مهموالی په دې کې دی چې دا پروژه تقریبا د کشنه تر فیض آباد پورې موږ کولی شو د انجینرۍ په اصطلاح کې دا د بین المللي سرکوب کټګورۍ کې راځي، یعنی مملکتونه سره وصل کوي. از سالهای 1960 میلادی بدین سو دولت ما در تأسیس یک شهرهای حلقوی کوشش داشتند تا کشور را از فقر بیرون بکشند. یک شهرهای حلقوی به این کشور فقیر و احاطه شده توسط خشکه می تواند به زراعین، فابریکه ها و معدن غنی کمک نماید تا اموال ایشان را به زودترین فرصت و به بهترین وجه و بازار برسانند. بالاخره این شهرها می تواند افغانستان را با یک پل میان بازارهای کشورهای آسیایی مرکزی مانند ایران، هند و چین مبدل نماید و می توانند از این شهرها برای تجارت مس، زغال و گاز و حبوبات مانند گندم و میوه های خشک استفاده نمایند. پلان این شهرها در سال 1960 طرح شده بود تا به شکل یک حلقه بزرگ شهرهای بزرگ کشور را با هم وصل نمایند. بلیا سرک حلقوی را خبر دارین که از هرات تا کابل تا جلال آباد صحیح شده، تا مزار شریف مونتا، تا از مزار شریف که طرف شبرغان میاین میمنه هم نصفارت شده، فقط از هرات هم تا نیمرای بادقیس اسفارت شده، فقط کم رای مانده به حساب بادقیس که اینجا هم خیر اسفارت شده و سرک حلقوی افغانستان جور میشه. قربان شما دیگه، پیش از پیش تبریک باشه برای تشکر برای شما و برای تمام بیننده عزیز تلویزیون طول هم تبریک میگم. البته این تنها به ما فایده نیست، به تجار ملی هم فایده است، برای تمام مردم فایده است. تجار ملی سابق بار با بار میکردن، سرکا خراب بود تا بو اینج نیم بار به سر نمیرفت، حال بار از واکه بار میکنه صحیح و سالم به مقصد میرسه. این هم سهولت است برای تجار، برای مردم، کسی که از او استفاده میکنه. شما دیگه واقعا کسایی هستین که شما هی میدان تای میدان سفر میکنین. بله واقعا ماست نگه هی میدان تای میدان، برای ما روز شب نداره، فقط شب و روز این مسافرت و رفتن است. این شهرهای حلقوی تقریبا 2100 کیلومتر طول دارد. افغانستان آب و هوای بری دارد، تابستان گرم و زمستان سرد.
در بامیان با آقای چاد، خانم لوری و عبدالله کارمندان دفتر گردشگری آشنا شدیم. شما چه فکر میکنین؟ بامیان برای مردم افغانستان و توریستای دیگه کشورها تا چی حد میتونه یک جای تفریحی باشه؟ من فکر میکنم که بامیان یک جای بسیار خوب و تفریحی برای همه توریست های داخلی و خارجی است. این کوه ها که فعلا به خاطر برف نمیتوانیم به درستی آن را تماشا کنیم، همچنان کوه های بابا از جمله کوه های زیبای این کشور هستند. این مناطق برای مردمی که در اینجا زندگی می نمایند بسیار از اهمیت خاص برخوردار است. این کوه ها برای اکثریت مردم در مناطق غرب و شمال افغانستان آب تهیه می کند. پس این کوه ها برای مردم افغانستان اهمیت خاص دارند. این کوه ها برای توریست ها بسیار دلچسب می باشد. قله های بلند و جهیل ها و همچنان این کوه ها یک جای تفریحی خوب بوده می تواند برای اسکی و همچنان قدم زدن. پس من فکر می کنم که همه گی از زیبایی های این کوه ها ستایش می کنند. In the winter or in summer. امروز ما این فرصت را به دست آوردیم تا اینکه در این فصل زمستان به بامیان بیاییم. چی فکر میکنیم؟ چی باید بکنیم؟ به نظر من از اینکه برف هم میباره باید سکی بزنیم. او سکی. فکر میکنم اول باید به نقطه بالای کوه برویم و از آنجا به طرف پایین بیاییم. من سکی زدن بسیار خوش دارم. زیرا میتونم بیرون از خانه مخصوصا در این کوه ها بیایم و از زیبایی هایش لذت ببرم. این برام یک تجربه خوب است. در محوطه این کوه ها خریجات قرار داره که به این کوه ها زیبایی خاص میبخشند. ما دیگه چقدر باید پیش بریم؟ ما بسیار خسته شدیم. قدر دور نیست. فقط 5 دقیقه دیگر. از منابع طبیعی کشور می توان به گاز طبیعی، نفت، زغال سنگ، مس، کرومیت، سلفات باریم، گوگرد، سرب، آهن، نمک تعام، سنگ های قیمتی و یورانیم اشاره کرد و امکان دارد منابع طبیعی بیشتری وجود داشته باشد که ضرورت به سروی دقیق دارد. وای دوستو این قه اونجا تاریک است کیا خدا دیگه برین رویایتون رو بشین دیگه رویا خوششتن نمیشه دیگه بخیر صبح جمعه است دیگه میشیم ما فقط جمعه ده جمعه تفریح داریم یعنی ما فقط جمعه ده جمعه تفریح داریم میریم دو امام میکنیم در بازار ابوجا با سیل صحبت خود دم خود راست میکنیم باز بعد از روز شنبه پس میریم دیگه در کار آغاز بیش از 90% مردم افغانستان به کشت، زراعت و مالداری مشغول هستند. در سال جاری از طرف ریاست زراعت، مالداری و آبیاری با کمک مردم امریکا تقریباً برای 8000 تن دهقان در حدود 407 تن تخم اصلاح شده گندم توزیع شده است. و حالا در کنار ما اقتداد از این داخل ای ولایت هسته. ما برامشان سلام تقدیم میکنم. سلام بر شما برسه. نام خود چی خوب سرایتان بسته کردین؟ بخیر هستین؟ بله سر. ادمان سرتان بسته کردین که افتاو بله نزنیش؟ بله به خاطر که افتاو ما قطع یک پتو پیشاندیم که افتاو ما را نزنه. خیلی باشه. نام خدا امی ای مزرعه گندم که میبینم گندم شما امسال هم تو خوب نمو کرده؟ بله انشالله یک ذره از نمایندگی دهقانای ولایت سرپل ما قد شما مصاحبه میکنیم گندم های ما مردم این سال یک ذره او کم بود است پراندگی کم است حالا یک ذره او تو سر نکشیدم خوب قدم نکشیده ما هر سال با از زراعت ما کمک میشد قد سی بجه کوت یک بجه کوت سیاد دو بجه کوت سپید یک بجه گندم قیمت به ارزان بر ما داده میشد حاصلات خوب پروان میگرفتیم حالی هم امسال خوب است انشالله گندم های ما خوب است مقصد حاصلاتش خوب است
یک ذره بارانگی هوا از هوا اوخه نشده هوا ما کم بود است. ما رو خواهیم مزرعه گندم قدر خوشم میاد که میسایلش کنم فقط خلاص دلم باغ باغ میشه. دیقان همیشه همینطور قطع گندم قطع کشت زراعت همیشه زده خواه است دیگه. دیقان است دیگه. خوش باشین. سلامت باشین. تشکر. سلامت باشین. میوه‌جات تازه و خشک افغانستان شهرت جهانی دارد. انار پنړی کی یو ګټوري او شفا ورکوونکی میوه په توګه پیژندل کیږي او د ساينس لپاره هم د دغه ګټوري میوه ډیر ګټې ثابت سوي دي. په افغانستان د کندهار ولایت بزګرانو او باغلرونکو ته د نورو ګټو په پرتله د دغه ګټوري میوه اقتصادي ګټې ډیر مهمې او د پام وړ دي. د امریکا خلکو له سیمه ایزو بزګرانو سره مرسته وکړه او هغوی ته د دې زمينه برابر کړه ترسو د نړیوالو سوداګرو پام خپل تولیداتو مارکیټونو ته راوړوي او په همدې شان د افغانستان انار بهرنیو مارکیټونو ته لار پیدا کړه. در بولغین ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا ما با کسی روبرو شدیم که 130 سال عمر داره و هنوز به مثل جوان تیز قدم میزنه. آیا امیر راست است 130 سال عمر دارین؟ آه بله آه لتذکریم ده 30 سال است 130 سال. تذکره داری؟ آه تذکره چطور دارم؟ به تذکره خونیتم. تذکره دارم، تذکره دارم، دوست نیستم تذکره، تذکره امام هست، یک سنسی با میشه. بسیار خوب. چی بایدتان مانده از زمانهای سابق، از 100 سال پیش، دوره جوانیتان بایدتان مانده؟ در چه مانده بود؟ دوستا یک ذره گوشش یک ذره ضعیف شده نمیشنم. دوره جوانیتان بایدتان مانده؟ دوری جوانی اینه تو کاکایی باید ادام مانده؟ نه جوانی را میگو دیگر نمه تخت و نگین و سلیمان دیگر نمه جوانی اکتباری بود رفت. چند تا زن گرفتی؟ سه تا زن گرفته بود. سه تا زن گرفته بودی؟ سه تا زن. آل ارسیش زنده هستن؟ نه. کدامش زنده است؟ یک تر زنده است. یک تر زنده است. یک تر زنده است. بلای شکر. حال چطور احساس میکنی؟ آل صحتمند هستی؟ کدام مریضی که نداری؟ مریضی؟ دارم، مریضی دارم. تکلیف مریضی است. همین فشارم بالا رفته است. از چهر بدی من نیم کردن. اگر این تو جانم تکره بود. چی آرزو داشتی در زندگی؟ آیا با آرزوی ترسیدی یا نرسیدی؟ بنده به مقصد میرسه. نمیرسه همه دیارد. ماما جان، امی به نظر خودت امی علت ای که خودت نام خدا قدر عمر دراز داری چی هسته؟ خدا خودش بهتر میدونه. این فامیلی نه به خریده، نه به فروش کردی، خدا خودش بهتر میدونه. حتما به خلم ورزش کردی. یا ای که فامیلی این تعلق با من خدا داره. بله، بدون شک و دوستای عزیز، من فکر میکنم که در چنین طبیعتی که واقعا خیلی زیبا است و با مسلک و کسب و کار اینا هم دهقانی می باشم، امی دهقانی باعث می شه که یک تحرک جسمانی است و امی طبیعت زیبا باعث می شه، آب و هوای خوب باعث می شه که یک کسی صحتمند باقی بمانم و اگر کسی در زندگی اعمال بد انجام نده او هم عمرش دراز می باشه. در خانه هایتان بشینین و با ما تمام وطن دوره بزنین. سفر با مجیب دوانه نجمی از گدام گاو خواد بود. سفر با امروز و آینده افغانستان. سفر با گذشته افغانستان. ادامه سفرنامه های میدان تای میدان را هفته آینده ببینید. تا دیدار بعدی خدا نگهدار. های میدان تای میدان سفر افغانستان. Hi,
های میدان و تای میدان. گروه های نژادی افغانستان عبارتند از تاجک، پشتون، هزاره، ازبک، ترکمن، ایماق، بلوچ، پشه‌ای، نورستانی، اسمار.